در اینترنت درج مطالب نفرت پراکنانه رایج است اما در فرانسه و اروپا از جنبه قانونی چه اقدامی میتوان انجام داد بنوالوه حقوقدان از اتحادیه بینالمللی علیه نژادپرستی و یهودستیزی میگوید کاربران اینترنت باید آگاه باشند که مطالب نفرت پراکنانه نسبت به افراد خلافی است نظیر حمله به آنها و در فرانسه مجازاتی تا یک سال زندان و پرداخت 45 هزار یورو جریمه دارد. در اروپا مقرراتی وجود دارد که در قوانین ملی کشورها گنجانده شده و از دو جنبه به آن نگاه می شود. اول امکانی که کاربران می توانند از طریق ارائه کنندگان خدمات اینترنتی مطالب نفرت پراکنانه را گزارش کنند. دوم این که ارائه کنندگان این خدمات مانند شبکه های اجتماعی باید مطالب زیانآور که به آنها گزارش شده را حذف کنند. در غیر آن صورت مسئول خواهند بود. انگاجه. اداره کنندگان شبکه های اجتماعی باید همواره در مورد اینکه محتوای گزارش شده آنها شامل حمله است یا نه تصمیم بگیرند. اما متاسفانه اقدام علیه همه مطالب نفرت پراکنانه در اینترنت ممکن نیست برخی ارائه کنندگان خدمات و شبکه های اجتماعی در اروپا مستقر نیستند و احساس می شود که خود را متعهد به قوانین اروپا نمی دانند بنابراین متاسفانه برخی مطالب نفرت پراکنانه و توهینآمیز با وجود آنکه گزارش شدند روی شبکه می مانند. شما نیز اگر پرسشی دارید می توانید از طریق وبسایت یورونیوز و شبکه های اجتماعی با ما در میان بگذارید.